سلام، قبل از اینکه درس شروع کنیم دو بیت از یکی از غزل‌های عطار که من دیدم آقای شجریان داشتن تو یک کلیپی اینو معمولی می‌خوندند آشنا شدم با همدیگه مرور می‌کنیم. مولانا هم یه غزل داره که این سه مصرع، یعنی این بیت اول و این مصرع توش با این غزل عطار مشترکه، اما این مال عطاره. گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن، ما ننگ خاص و عامیم از ننگ ما حذر کن. سرگشتگان عشقیم، نه دل نه دین نه دنیا، گر راه بین راهی در حال ما نظر کن. معنیش به نظر من اینه، اگر کسی هستی که در قید نام و شهرت و مقام هستی، مرد نام و ننگ یعنی اینکه بین مردم به چی مشهور باشی، اعتبار داشته باشی یا نداشته باشی، برات اهمیت داشته باشه، بیا از نگاه ما، از جهان بینی ما هم یه نگاهی کن به این دنیا. ما ننگ خاص و عامیم یعنی چی؟ یعنی ما رسوای عالم هستیم، برای ما اهمیتی نداره. از ننگ ما حذر کنش خیلی جالبه، یعنی بترس اینکه بیای ما رو محکوم کنی، راه ما رو مورد سوال و زیر سوال ببری. سرگشتگان عشقیم یعنی چی؟ در وادی عشق، اینو عطار عزیز میگه، اونی که هفت شهر عشق رو رفته، طلب و عشق و معرفت و توحید و حیرت و استغنا و فقر و فنا و اینا رو میفهمه. سرگشتگان عشقیم، نه دل، این یعنی از عرفانم گذشته دیگه، فنا شده، نه دین نه دنیا. گر راه بین راهی، اگر فکر میکنی که راهو پیدا کردی، بیا ببین حال ما چیه. بریم نکاتی رو درباره بردار بگم. اگر کسی هستید که درس رو یاد گرفتید، گفتم که خیلی مهم هستش یک کتاب کمک آموزشی داشته باشید. اگر معلم هستید، این کتاب ها خیلی به کمکتون میاد برای اینکه یه جزوه‌ای جمع‌بندی داشته باشید، به صورت لقمه‌ای برای دانش آموزان بتونید مطالب رو ارائه بدید، چون مطالب خیلی گسترده است، جمع‌بندی کردنش یه مقداری سخت هست، اما این کتاب ها کمک میکنه. ببینید بردار رو چقدر زیبا خلاصه کرده، جمع بردارها، تفاضل بردارها. البته توی فیزیک جدید توی کتابها هیچ کدوم بردار رو به معنای مستقل نیومدن توضیح بدن، اما واقعا لازمه، چه برای دینامیک چه برای مباحث میدان الکتریکی، نیروهای وارد بر بارهای الکتریکی اونجا نیازه. اومدن اونجا فقط بردارها رو تو حالتهای خاص عمود بر هم و در یک راستا در نظر گرفتن. اما نکته که من میخوام بگم، چون من فیلم بردارها مستقل ساختم، یه نکته بود که مربوط میشه به هندسه و این مبحث بردارها. ظرایفی هستش که تو این فیلم های خاصی که بعد از فیلم های آموزشی هست برای علاقمندا بیشتر مفیده، یه مقدار عمیق تره. ببینید توی هندسه، میدونید دانش آموزان رشته ریاضی، اگر یه مثلث داشته باشیم طول اضلاعش این باشه، رابطه‌ای بین اضلاع وجود داره. اگر ما دو ضلع و زاویه بین اون دو ضلع رو بدونیم، میتونیم ضلع سوم رو پیدا کنیم که سی دو مساویه با آ دو و علاوه بی دو منهای دو آبی کسینوس
تتا. به این چی میگن؟ رابطه کوسینوس در مثلث. اثباتش هم جالبه. ببینید، یه مثلث رسم میکنید، آ بی سی، بعد میاید عمود دل مقابل به اینو اگر بگیریم آ، این مثلا ایکس باشه، کلش آ باشه، این میشه آی منهای ایکس، این بی، این سی. این زاویه رو بگیرید مثلا تتا. ما حکممون چیه؟ میخواییم قضیه کوسینوس ها رو ثابت کنیم، یعنی بگیم بی دو مساویه با سی دو به علاوه آ دو منهای دو آ سی کوسینوس تتا. چی کار باید کنیم؟ اول از همه میایم نگاه میکنیم بی دو داریم، اینم مثلث قائم الزاویه. باید کار کنیم روی چیزهایی که داریم، به حکم نگاهی داشته باشیم و بسازیم. اینو بذاریم h، h دو به علاوه i منهای x به توان دو. این باید بیرون پرانتز باشه. خب ما بی دو رو داریم، سی دو آ دو، اینجا هم یه مثلث قائم الزاویه داریم، پس سی دو هم اینجا h دو به علاوه x دو داریم. بی دو به علاوه سی دو جمع کنیم، این طرف هم توان رسانی کنیم، آدو ایجاد میشه، پس همین کارو میکنیم. قراره به این برسیم دیگه، پس مینویسیم بی دو مساویه. اچ دو رو باید اصلا حذف کنیم، نداریم تو اینجا، اچ دو نداریم، پس میاییم اینجا به جای اچ دو سی دو منهای ایکس دو، پس میداریم تو اینجا سی دو منهای ایکس دو آی منهای ایکس به توان دو. اینو انجام بدیم، اتحاد بی دو مساوی سی دو منهای ایکس دو به علاوه آ دو به علاوه ایکس دو منهای دو آ ایکس. این با این میره، خیلی نزدیک شدیم. بی دو سی دو آ دو، اینو نگاه میکنیم. کوسینوس تتا چیه؟ ضلع مجاور توی مثلث قائم الزاویه به وتر. پس به جای ایکس هم بذاریم سی کوسینوس تتا، دیگه حکم میگیم از این ستاره نتیجه میگیریم دو آ سی کوسینوس تتا، حکم ثابت شد. اما چیزی که من میخوام بگم این که هندسه بود، اینو داشته باشی قضیه کوسینوس ها رو. ما توی جمع بردارها چرا اینجوری داریم؟ این آ، این بی، این تتا. ما میگیم برایند بردار که اگر سی باشه برابر با آ دو بی دو به علاوه دو آبی کوسینوس تتا. میگید نکنه شاید این منفی بوده اشتباه. نه، اینو تو همه کتابا نوشتن. قضیه اینه، شما وقتی برایندگیری میکنید، الان اینا تو رسم مشترکن. ما وقتی بخوایم برایندگیری کنیم مگه بردار رو رسم نمیکنیم؟ این بردار آ، از انتهای بردار آ بردار بی رو رسم میکنیم، اینم بردار بی، برایندش میشه این، یعنی برایندش ضلع سوم مثلث این نمیشه، این برایند نیست. وقتی که پشت سر هم نوشته بشه، یعنی کشیده بشه، برایند اینه. از اونجایی که اینجا زاویه تتا داریم، این همون آی دیگه، فرق نمیکنه بردار رو کجا بکشیم، این پی منهای تتاه.
اگر این مثلث رو در نظر بگیرید، ما هر چی رو میتونیم یه مثلث در نظر بگیریم دیگه، بیایم تو همون هندسه، توی همون هندسه اگر بخوایم بردار قرمز رو به دست بیاریم چی میشه؟ میشه آدو بیدو کوسینوس پی منهای تتا به علاوه، یعنی مثلا اگر بگیریم اینو بردار ایکس، ایکس به توان دو مساوی میشه با آدو بیدو منهای دو آبی کوسینوس پی منهای تتا 180 منهای تتا. از اونجایی که کوسینوس پی منهای تتا منهای کوسینوس تتا هست، بنابراین ایکس دو میشه چی؟ آدو بیدو به علاوه دو آبی کوسینوس تتا. یعنی اینجا درک میکنیم چه ارتباطی بین اندازه برایند بردارها وقتی که از یه نقطه هست با اون قضیه کوسینوس ها وجود داره. همینطور شما بیاید برای تفریق دو بردار، همین آ اینم برداره بی، اینم زاویه بینشون. ما میدونیم وقتی که میخواییم بردار آ منهای بردار بی رو به دست بیاریم، در حقیقت آ رو جمع میکنیم با قرینه بردار بی، یعنی یه نقطه در نظر میگیریم در صفحه این بردار آ، از انتهای بردار آ جمع دیگه، الان تفریق رو تبدیل کردیم به جمع، قرینه بردار بی رو رسم میکنیم، قرینه یه بردار همون اندازه اما در خلاف جهت، این آ این منهای بی از ابتدای بردار اول به انتهای بردار دوم، این آ منهای بی. خیلی نکته جالبی وجود داره، این زاویه به نظرتون چقدره؟ میگه تشخیص نمیدم، نگاه کنید این آه دیگه، مگه وقتی که قرار رسم بشه این همون منهای بی نیست؟ من اومدم روی این شکل که دیگه راحت تر مشخص بشه، این همون آه منهای بیه. خب الان شما به من بگین این تتا باشه این چیه؟ مگه این موازی این نیست؟ بنا به قضیه خطوط موازی و خط مبرب، این زاویه برابر این زاویه. دوباره یه مثلث داریم، این مثلث رو میبینید آی منهای بی اندازش رو میخواییم حساب کنیم، اگه میخوایید بگیریم ایکس یا همین آی منهای بی بتواند دو، میشه آدو بیدو حالا نکتش آقای رضا این بی گذاشتی منهای بی فرقی نمیکنه، توی قضیه کوسینوس ها هستیم، منهای دو آبی کوسینوس تتا. پس اگر تفریق دو بردار رو داریم از یه نقطه رسم بشه، در حقیقت میتونیم از همون قضیه کوسینوس ها استفاده کنیم. چرا؟ چون میبینیم انطباق داره، زاویه تتا وقتی که پشت سر هم رسم میکنیم همون زاویه رو داره که از یه نقطه رسم میشه. خواستم این نکته رو بگم که اگر شما رشته ریاضی فیزیک هستید قضیه کوسینوس ها رو میخونید و بعد میاید برایند بردارها رو میبینید، تفریق بردارها رو میبینید، بدونید دلایلش چی هست. یه بار برای خودتون مرور انجام بدید تا مطمئن بشید نکته رو گرفتید. متشکرم.